السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطمتي حما خهران وبرادران مسلمان هم خوش آمدین به چینل اسلامی من مریم قریب. خواهران و برادران عزیز، شما همیتون آگاه هستین که تعداد زیاد از خواهران و برادرای ما وقتی که دعوت میکنن کوشش میکنن که بدون علم فتوا صادر کنن و یا اینکه کسی ازشان سوال میکند با وجود که علم دین نمیداشته باشن به سوالای خواهرا و برادرها جواب میدهند که این کار درست نیست، اینا باید علم دین بیاموزن، زحمت بکشن در راه دعوت، به خاطر که بخش دین مسئولیت اخروی داره. بناهن یک دعوتگر که چه خصوصیات باید داشته باشه و چقدر باید زحمت بکشه، تلاش کنه تا دین به مردم برسانه. ایره از زبان استاد بزرگوار ما احمد جاوید عارفی حفظ الله میریم مشنویم. ای شما و هی هم جواب استاد بزرگوار درباره دعوتگر و همچنان کسانی که در راه دعوت زحمت میکشن چه خصوصیات باید داشته باشن. جزاکم الله خیرا کثیرا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وأما بعد، اکثریت برادر و خواهران دیدم که در تمام گروپ های واتساپ، وایبر، فیسبوک و تمام وسایل جمعی اینا شروع به فتوا دادن ها کردن و شروع به دعوت ها کردن. و درست است که انسان وقتی یک چیزی را آموخت باید به دیگران برساند، اما نه به این شکل که خدای نخواسته به اینا مشکل ایجاد بکند در دنیا و در آخرت، و این مشکل خیلی خیلی عاد و خیلی خطرناک است. عزیزان گرامقدر، دعوت کار ساده ای نیست. کسی که دعوت میکنه او کسی باشه که از هیچ کسی نترسه بجز از الله سبحانه و تعالی، خوف کسی را بدل نداشته باشه و اعتنا کنه که چیزی که الله سبحانه و تعالی گفته او به نخص پدرش یا کاکایش یا آمرش یا رئیس جمهورش یا فلان و بسفلان است، او را او پنهان بکنه. اکثریت ما شما خود موحد میگیم عقیده های ما درست است، اما کتمان حقیقت میکنیم. حقیقت ها را ما به مردم گفته نمیتونیم، ابلاغ نمیکنیم از ترس این و آن. دلایل خاص سلیقوی و فردی خود داریم. هیچ کسی اجازه نداره که اگر ترس الله دونه باشه و بجز از الله از هیچ کسی دیگه او ترس نداشته باشه. او اجازه نداره که رسالات الله سبحانه و تعالی را به مردم برسانه. الله سبحانه و تعالی موضوع را در آیه از سوره قرآن خیلی زیبا شرح میکنه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. پیامبران پیشین کسانی بودند که تبلیغ و رسالت های الهی را میکردند و تنها از الله سبحانه و تعالی میترسیدند و از هیچ کسی جز الله سبحانه و تعالی بیم نداشتند. و امید بس است که الله سبحانه و تعالی حسابگر و پاداش دهنده اعمال آنها است. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی میگه که الذين يبلغون رسالات الله، امو کسایی که پیام های الله سبحانه و تعالی را ابلاغ میکنند، بسوی خلقش او را میرسانند و به اونا ایر تبلیغ میکنند، با کمال امانتداری این رسالات الهی را بر زنا میرسند. عزیزان برادران و خواهران ما، ببینید دین تکمیل شده، دین تکمیل است. هیچ کس اجازه نداره که چیز را زیاد بکنه و چیز را کم بکنه. اگر شما چیز را به مردم ابلاغ میکنین که در دین زیاد شده و یا چیز را به مردم ابلاغ میکنین که از دین کم شده، شما طبق از این آیه است که الله سبحانه وتعالی میگه که با کمال امانت داری شما خلاف از این آیه عمل میکنید. شما مردم به جهالت و خلاف نور سوق میتینید. شما بدعات و خرافات به مردم یاد میدین، مثل اکثریت مردم احادیث جعلی را
عاجل که در گروپ های واتساپ، در گروپ های فیسبوک، در تمام وسایل جمعی نشر میکنن. او را باز کلیشه هم میکنن، از او تصویر برداری هم میکنن، کسی زحمت میکشه او را خطاطی هم میکنن. این چی است که منکرات و بدعات ساخته شیطان است و شیطان ای را خیلی زیبا جلوه میده، ای را خیلی شیرین میسازد، اقدر ای را در دل نفر شیرین میسازد که حقیقت را کنار میگذاره و بدعت و دروغ و جهلشی میکنه، ای را در سینه خود محکم میگیره. الله سبحانه وتعالى میگه که الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. امو کسایی که پیام های الله سبحانه وتعالى را ابلاغ میکنن و به سوی مردم با این ابلاغ های خود میرن و به اونایی را میرسانن، فقط و فقط از الله سبحانه وتعالى میرسن و جز الله تعالی از هیچ کسی بیم ندارن. این دعوتشان به خاطر از این نیست که اینا شهرت پیدا بکنند. این دعوتشان برای از این نیست که اینا نام پیدا بکنند. این دعوتشان برای از این نیست که اینا بزرگ خود بزرگ برای مردم جلوه بتند. اینا فقط فقط از الله میترسند و جز الله سبحانه و تعالی از هیچ کسی بیم ندارند. اینا به خاطر از این گروه فیسبوک جور نکردن که زیاد لایک بگیرن و شیر بگیرن و زیاد مردم به گروه اینا داخل شوند. پس اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که هی محمد صلی الله علیه و سلم، تو هم به او چیزی که مردم به سبب تبلیغ آیات الهی درباره تو میگویند اهمیت نده و از این سخنان ایج باک نداشته باش. مردم بسیار گپا زدن درباره رسول مبارک صلی الله علیه و سلم، سخنان خیلی لهو و بیهوده و هرزه و دون گفتند و امروز هم میبینیم کسی که میخواید حقیقت را بیان بکنه برای مردم بفهمانه که اینی حقیقت است، ای مردم شما به سوی حق بروید و اینی غلط است. چون این غلط ها و بدعات و خرافات و دروغ ها بین مردم خیلی شایع شده و مانند بت ای را در سینه های خود محکم گرفتن و شیطان ای را زیبا جلوه داده، مردم خوش است که عمو پتا به سینه بگیرن و دعوتگر رای حق بدنام بکنن و پشت از او تبلیغ ها بکنن. باز الله سبحانه و تعالی میگه که و کفا بالله حسیبا، و می بس که الله سبحانه و تعالی حسابگر و پاداش دهنده اعمالون است. برادر در صنف تو میشینه، درس های تو را گوش میکنه، با تو سلام علیکی هم میکنه، وقتی که خارج میشه عمو دقه به عقب تو سخنه زهرالگین خود میزنه. رسول مبارک صلی الله علیه و سلم به پیروی از دستور الهی به نیکوترین وجه به این امر رسالت پرداختند که پس از بعد از رسول مبارک صلی الله علیه و سلم مقام بلاغ تا روز قیامت به امت مبارک رسول کریم صلی الله علیه و سلم میراث مانده. این آیه کریمه دلیل به این است که فقط کسی به طور کامل تکالیف ابلاغ به انجام رسانده میتونه که دلش از ترس بشر خالی باشه، که دلش، قلبش، فکرش از ترس بشر خالی باشه و تنها از الله سبحانه و تعالی بترسه. و برازی الله سبحانه و تعالی و حساب رسی الله سبحانه و تعالی برش پس است. همون رقمی که در آیه ما گفتم و کفا بالله حسیبا و سبحانه و تعالی حساب رسی از او بر از او بس است. پس اونا را به درستی و در همه چیز مورد محاسبه قرار میده. پس ای برادر و خواهر من، تو که تاپه دعوتگر را بر پیشانی خود زدی و گروپ های فیسبوک و گروپ های واتساپ و گروپ های این آن تایه کردی، کار خوب کردی، اما سعی کن که حق را بگویی، سعی کن که منابع تو منابع حق باشه، سعی کن که بلا حق بالای مردم نتازی، سعی کن که حق را بگویی و از کسی هم خوف نکنی، سعی کن که حق را کتمان نکنی، پنهان نکنی، از ترس چی؟ از ترس بشر،
سعی کن خواهر و برادر ما که دلتو از ترس بشر خالی باشه، ترس احد من الناس در قلب و در دل و در فکر تو نباشه، منابع تو درست باشه، احادیث درست، احادیث صحیح، نه احادیث جعلی، تفاصیل تو تفاصیل درست باشه، ترجمه قرآن هم که تو میگیری ترجمه های درست را برداری، نه اون ترجمه هایی که در او تحریف شده. بله عزیزان من، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کف بالله حسیبا. ای هست دعوتگر از الله می ترسد، دعوتگر از حق می ترسد، دعوتگر کلام و زبان و دستش و قلمش بجز به حق به چیز دیگری نمی گرده، دعوتگر کلام غیر نمی گرد، دعوتگر فقط حق می گرد و از کسی هم ترس نداره، از کسی هم حق السکوت نمی گیره. امروز برادرای زیاده هستند که اونا خود را دانا و چیز فهم می گیرن، در هر جا سخن می زنن، در هر جا گپ هایی می زنن، اما آیا اینا گپ حق را تانستن خودشون درک بکنن؟ آیا اینا تانستن که بدانن که حق چی است و باطل چی است؟ عزیزان شما باید خیلی ها خیلی ها درس بخونین، خیلی مطالعه بکنین، شما باید شبها نخوابین. کسی که دعوتگر است خواب را بر خود آرام میکنه و دقایق و لحظه های از او در تحقیق و در خواندن و در خوانش و در مطالعه است. الله سبحانه و تعالی به آل امت نیک بنگره و الله سبحانه و تعالی ما را از این فتنه ها بدور داشته باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین. Na na na.